سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در فکر آن است که مقاومت خودش رو در مورد پروژه هسته ایران با ملی شدن صنعت ملی نفت ایران به رهبری زنده یاد دکتر مصدق تجدید بکنه و به خاطره تاریخی مردم ایران بپیونده، 63% از مردم ایران به غنی‌سازی اورانیوم رأی مخالف دادند و خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شدند. وخامت اوضاع در ایران تا آن حد است که دیگر اداره کشور در دست یک گروه یا سازمان خاص نیست. تحت تأثیر اونچه که ناشی از ایدئولوژی شیعه هست، نقطه نظرهای شیعه هست، امروز کشور ما به صورت هیئتی اداره می شود و هیچ نظم و نسقی در هیچ زمینه حاکم نیست. در مورد اینکه اداره یک کشور به طریق هیئتی یعنی چه، شاید در برنامه امشب و شاید در برنامه های دیگه حتما توضیحات بیشتری رو خدمتتون خواهم داد. ولی هیچ جای تعجبی نداره هیئتی اداره کردن یک سازمان، نهاد یا کشور اگر مذهب شیعه بر اون حاکم باشد کاملا با این مذهب انطباق داره و همین امر بر حال هم شیعه و هم کشور رو به سراشیب سقوط میکشونه. متاسفانه به دنبال این حرف باید به این نکته توجه فرمایید که کشتی های نفتکش ایران یا ناوگان دریایی ایران که یک روزی در دوران گذشته با نام های ملی در آب های جهان دریانوردی می کرد، امروز برای حمل نفت ایران زیر پرچم تانزانیا در آب های بین المللی حرکت می کنه. و از سوی دیگه وضعیت وخیم اقتصادی تا به آنجا رسیده است که 72% پروژه های عمرانی ایران ناتمام میماند و این هزینه معادل 60,000 میلیارد تومان اضافه در بودجه عمرانی بر دوش ملت تحمیل میکند. خیلی رقم بالاست، 72% از این پروژه ها حتی بیش از 2 دهه به طول انجام میدن. خانم آقایان، امشب در خدمت آقای مانوک خدابخشیان هستم مثل دوشنبه های گذشته. آقای مانوک خدابخشیان خیلی خوش آمدید. خسته نباشید. نکته جالب اشاره کردید، اداره کردن کشور به صورت هیئتی. اگر اشتباه نکنیم اولین کسی که یک روز وقتی طرح براندازی یا سقوط آقای مصدق رو میداد، دکتر مصدق رو میداد، یک استاد دانشگاه بود، خانم نانسی لیپتن. من چهارشنبه بیشتر درباره صحبت خواهم کرد. ایشون در همان زمان به وزارت امور خارجه انگلیس پیشنهاد کرد که از شر دکتر مصدق راحت شید، برگ شاه را هم بسوزونید، این سرزمین سرزمین شیعه است، مردم در انتظار امام زمان هستند، باید با شرایط شریعت اسلام این کشور اداره بشه. خانم لیپتن سالها در ایران بود، قرآن بلد بود، ادبیات یعنی در واقع حافظ شناس بود، گرامر ایرانی نوشته بود، لغتنامه ایرانی نوشته بود، اصلاحات ارضی نوشته بود، به چندین لهجه صحبت میکرد. طراح اصلی براندازی آقای مصدق بود. کتاب مالک و زارع رو میفرمایید؟ بله. نویسنده کتاب مالک. بله. بله. ایشون همون زمان اشاره کرد و گفت این مملکت نیازی نیست به جمهوریت یا سلطنت برسه. برید و از درون پستوهای شیعیزم ایرانی یک حکومت بیارید. و در واقع طرح ایشون 50 ساله که در اون قسمت اداره میشه. هنوزم کتاب معروف
مالکوزار لمتون در ایران یکی از کتاب‌های کلاسیک در تاریخ مطالعات مربوط به مسائل ارضی در ایران، و برخوردش هم با شاه ایران بسیار همیشه بسیار برخورد تندی بوده. حتی زمانی هم که شاه به اصطلاح به دستور کندی و طرح یوجین رستو که انقلاب سبز نامیده میشه، یا انقلاب سفید اینا گفتن، در یک پروژه سبز بود، خانم لیپتون در همون موقع مقاله مینوشت و به شاه میتاخت. آقای خدابخشان، امروز مصادف با دو واقعه تاریخیه، یکی کودتای نوژه که در 18 تیر 1359 قرار بود اتفاق بیفته، و دیگری در مورد جنبش دانشجویی سال 1178. دو واقعه بسیار مهم. اگر موافق باشید قبل از اینکه ما در مورد نوژه صحبت کنیم، با هم بریم پای صحبت‌های آقای بنی صدر بنشینیم. چرا نه؟ چون در اون زمان ایشون رئیس جمهور در ایران بوده. ببینیم بنی صدر در مورد این ماجرا چه میگوید. برگردیم و در خدمت شما هستیم. با هم نگاه می‌کنیم به اظهار نظر بنی صدر در رابطه با کودتای نوژه. یعنی در واقع مستمسکی بوده برای تصفیه ارتشیان، در این زمینه خواستم اطلاعاتی که دارید شکل مختصر. البته از کنم کودتای نوژه رو طراحش آقای دکتر بختیار بود با همکارهای نظامیش و عراقی ها، به طوری که افسر ایرانی که در آقای بردوی و بختیار کار میکرده توضیح میدهد، یک برادر ناتنی آقای صدام یا یک کسی دیگری، حالا تو ذهن من روشن نیست، میرود خونه آقای بختیار که ما باید بدونیم کیا در کودتا شرکت میکنن، با اسمان از همین هم داشته باشه. اون افسر مخالفت میکنه، میگه شما چه مربوطه؟ آقای دکتر بختیار میگه نه خیر، ما نموقت با این همکاری کنیم، باید بدیم. این آقای قربانی فر بعد در ایران جد نقش پیدا کردم، به اصطلاح عامل خرجشون بوده، یک شخصی هم اسم آقای خادم و یک تیمسار محقق، اینجور یادمه، اینا گرداننده های داخل کشورشون بودن. کشف اون به اصطلاح توته از دو طریق شد، یکی از طریق دفتر ریاست جمهوری رو عامل کشفش هم این آقایان اعدام کردم، دارم جرمش هم همین بیده چیزی نبوده. بله اسرار رو میدار. بله اون در دیوار شعار دیده بود که به حضرت آقای خمینی نوشته شده بوده، خطش مکتوب بود، در دور به اطلاعات ارتش و صاحب خط رو پیدا کرده بود با اسم و رسم، و او آمد گزارش داد و اون شخص تحت تعقیب قرار گرفت و اطلاعات نیروی هوایی کشف کرد کسانی که شرکت داشتن. این یک طریقش. طریق دیگرش این که یکی از همسران یکی از افراد نیروی هوایی رفت به مجلس و آقایان دکتر یزدی و همین آقای خامنه‌ای گفت که شوهر او شبها در یک اجتماع مشکوکی شرکت میکنه. اونا هم بهش گفته بودن شما هم برید به دفتر ریاست جمهوری اطلاع بدید. اونا هم آمده به دفتر ریاست جمهوری اطلاع دادون که ما قبلا اطلاع داشتیم و مشغول عمل بودیم، صدا درداشت. اما از اون طرف اطلاعات ارتش، اطلاعات سپاه که این آقای محسن رضایی در اونجا بوده، نا به هنگام برای که اینا تمام میباید دقیق همه معلوم میشدن و اشخاص واقعی دستگیر میشدن، اونایی که میگم بیا به فلان جلسه و هرکس میده تو اون جلسه گیر همه رو گیرم شدن، گفت که شما در توته کودتا شرکت داشتید. رفته بودن توی جلسه در اون پایگاه وحدتی همدان هوایی، همه رو دستگیر کرده بود. آقای خمینی هم دستور داده بود که همه اعدام شوند و در لشکرهای مختلف هم این چیزای
گروه های مثلا کودتا وجود داشتن. در واقع هشت گروه در هشت لشکر این بودن که دستگیر شدن، بیشتر از همه در خوزستان که تمام کادر افسریش دندان بودن وقتی راقیه به ایران هم میکرد. خب من با آقای خمینی صحبت کردم که آقا این چه دستوری شما دادی؟ اولا شما مقام قضایی میشید، شما نباید همچه دستوری صادر کنید. ثانیاً به اینکه آقا توی جلسه ادهی رفتن است نمیدونستم برای چی اونجا رفتن. گفتم مثلا مرسوم تو ایران میگه آقا ما بریم جلسه بیا شما هم بریم چه خبره؟ که همه اینا رو کنیم چه حالته یارو کرد که اونجا اعدام کرد که این اصلا نمیدونستن چی به چیه. حالا بعد هم که جنگ واقع شد ما موفق شدیم تعدادی از اینها رو از چنگ این دشقی میکنیم آقایی به این شهری بود رها کنیم. حالا بعد دوتا آقا در خاطرات برداشته نوشته که گویا خود ایشون این کار انجام دادن که رفتن به آقای خمینی گفتن که اینها رو جنگ شده بوده آزاد کنیم برن جنگ کنن. نه اینطور نیست، خیلی به زحمت اینها از چنگ این آقای دشقیم بیرونم. بله از ماجرایی بود. حالا هدف چی بوده این؟ آیا واقعا هدفش این بوده که کودتا انجام میگیره؟ خب از ترکیب شما میتونید بفهمید که این ترکیب متناسب با این بوده که کودتای موفقی انجام میده یا نه؟ نه، به کار این میامد که اون مختصر شیرازی ارتش رو هم بباشن. دلیل هم بعد پیدا شد که این رئیس تشریفات آقای صدام حسین به قول خودش وزیر تشریفات او مصاحبه کرد، گفت که اویسی، جنرال اویسی و وزیر خارجی اسبق انگلستان نزد صدام آمدن و به او گفتن که الان ارتش ایران متلاشی است، شما اگر حمله کنید مقاومت وجود ندارد. بنابراین اونایی که این کودتا رو تدارک دیده بودن، آقای دکتر بختیار یادم هست، او اینها عرض کنم به شما مبنای کارشون این بوده است که ارتش رو فلج کنن، بعد قشون عراق به ایران حمله کنه، غرب ایران به تصرف در بیاد، اینا دولت قوشالی در اونجا تشکیل بدن، عناصر پراکنده ارتش مثلا به اونها بپیوندن، بقیه بعدم بقیه کشور. این از دید اونا اینجوری بوده، ولی از دید برابر مثلا اسناد دیگری که اونا هم انتشار پیدا کرده، از دید آقای صدام حسین نه، اون میخواسته که فاتحه ایران رو بخواند با تقسیم ایران به پنج جمهوری. مسئله کرد رو هم قرار بوده از راه کشتار حل کنن، بزارش با کشتار بقیهش هم بفرستن به این کردهای عراقی رو همین چی میگن نژادی که در اروپا انجام گرفتن اون بوسنی و اینا مثلا جدا سازی نژادی اینا رو بفرستن به این طرف، اونجا هم بشه تمام عرب و ایران هم که دونبا رو قدرت از بین برود، چون تقسیم میشه به پنج کشور و آقای صدام هم میشه قدرت منطقه. این تر این بوده و اونهایی در این طرح شرکت کردن اینها خائنانی هستن که نظیر خائنهای دیگه نیستن، که آدمایی باشن توان دفاعی کشور خودشون رو فلج بکنن، از بین ببرن، قشون بیگانه رو برانگیزن به حمله به وطن خودشون، به یک خیالی که گویا اینها دولت از آن اونها خواهد شد، قابل از اینکه اونی که این وارد میشه به عمل صاحب اختیار اونه، نه شما اگه حالت فعلی او شدی خود اونم بچه مصالحه میکنه. میگم اصلا میگم که اونم میگه تجزیه کرد کرده دیگه دیگه اصلا چه از آقای بختیار چی کاری ساخته میشد مثلا چی کار میگرد؟ امکان این نبود که خوشون لو بزن به جرم کدوتا رو تا وضعیت ارتش اینجوری بشه خودشون لو بزن؟ نه، برای اینکه گفتم ترتیب لو دادنش رو رفتنش اینجور شد. آقای ذوالفقاری که در مثلا رئیس محافظای رئیس جمهوری بود
این شناسایی کرده بود خط رو و رفته بود پیدا کرده بود و تحقیق قرار گرفته و شبکه به دست آمد و ما مثلا اون دستگاه اطلاعات ارتش اینا تحت نظر داشت که تمام شبکه رو و اعضای واقعی رو نه اونا که بی خودی کسی قربانی نشود به ارتش صدمه ندید اونتا به ترتیب این عمل شد. این زیر سر سپاه هست که چون مخواست ارتش رو از بین ببره بعدش همون طرح کذایی آوردن به شورای انقلاب طرح انحلال ارتش و ایجاد دولت با نمایندگان شورای انقلاب و دادگاه انقلاب و سپاه و کمیته ها به اصطلاح برای اینکه خطر کودتا از بین برود. یعنی اینو کودتا که بازرگان گفت تو اینکه دارید میکنید کودتا بر ضد رئیس جمهور حالا صبر کنید خود اون باشه مقابل سرش ببرید خودش باشه من در خوزستان بودم اینو طرحم آقای بهشتی آورده بود اون شورا. در این واقعی قضیه اینجوری بوده. بله بینندگان عزیز، آقای خدابخشیان شما درباره کودتای نوژه نظری دارین؟ ما همون گونه که انقلاب رو نشناختیم و هنوزم نمیشناسیم در آغازین روزهای انقلاب وقتی ما به عنوان شاهد تاریخ نگاه میکردیم از راه دور میدیدیم تمام به اصطلاح برنامه ریزی ها طراحی ها در واقع این بود که چنین باوری بود که آقای خمینی و یارانش برای اندک مدتی اومدن به ایران شیرینی ها و حلواهای سیاسی رو خواهند خورد و خواهند رفت و بسادشون جمع خواهد شد. مجاهدین بر این باور بودند که آنها صاحب انقلاب خواهند شد. فدایان خلق و دیگر گروه های چپ معتقد بودند سرانجام آنها میتونن چیره بشن. حزب توده در کمین نشسته بود باور این داشت که بالاخره تمام این امتی که به خمینی پیوست به اونها خواهد پیوست. سلطنت طلبها هم بر این باور بودند که سرانجام یک ناپلئون جدیدی در صحنه ظاهر خواهد شد و بالاخره برای همین هم بسیاری چمدانها رو نبستن که فردا برگردن و ما این باورمون نشد که در تاریخ ثابت کرده تا حالا هیچ انقلابی کمتر از 35 یا 40 سال کمتر عمر نداشته. اگر چنین برنامه ریزی شده بود از طریق کلوب روم، از طریق اسپن، از طریق دانشگاه آکسفورد، بی بی سی، هر چی رو میخواهید، دستگاه امنیتی دنیا که با هم همکاری میکردن، آیا تمام هدف اینا این بود که خمینی رو از نفل و شتو بردارن ببرن در تهران و شاهی که دیگر نمیخواستن و تازم اطلاع پیدا کرده بودن که بیمار هست و میخواستن اون سیستم رو در هم بکوبن روی موازین بازی جدیدی که میخواستن آغاز کنن، ما تصور این بود که فردا با یک کودتا با یک حرکت خمینی و یارانش از ایران خواهند رفت. این موجب شد که تمام طرحهای اولیه انقلاب در واقع با ناکامی توأم بود. حتی کودتای نوژه که به نظر من چندین افسر بسیار شجاع درشون بودن که تو تاریخ ماندگار شد و وطن پرست دقیقاً باید وطن پرست باشی که زندگیت رو بگذاری خانوادت رو قربانی کنی به خاطر اینکه. اما طرح نوژه با تمام داستان پردازی ها طرح نوژه در واقع نه که طراحش شخصیتی بود به اسم آقای طباطبایی که ترور شد تو واشنگتن در سفارت ایران بود که یک به اصطلاح سیاه‌پوست مسلمان دیوید بلفیلد اون رو زد بعد فرار کرد ایران شد آرتیست سینما در فیلم مخمل باف در فیلم قندهار. آقای طباطبایی در اون روزها با اون تمام وجودش در تلویزیون ها ظاهر می شد و می گفت باید جماران رو بمباران کرد مثلا یعنی اون گروه آزادی خواهان رو که ایشون را انداخته بودن و بر این باور بودن که با روابطی که در واشنگتن دارن میتونن کاری انجام بدن که نادرست بود. ایشون هم بازی رو اشتباه خونده بودن و جونشون رو از دست دادن و واقعا مرد شجاعی بودن باید این رو بهشون واقعا کردیت داد. در اون روزا چون اون روزا کسی حتی جرئت نمیکرد اسم شاه رو بگه، حتی کسی جرئت نمیکرد شاهزاده رضا پهلوی رو پیدا کنه
به عنوان یک جوان معصومی که در این بازیش در واقع ناکام مونده بود دلداری بده. هیچ کس نبود. همه چنان ترسیده بودن و چنان همه خمینی چی شده بودن که اگر شخصیت مثل آقای طباطبایی یا دیگرم می آمدن در صحنه شما می گفتید عجب رشادتی. طرح نوژه باید شکست می خورد. چون نبا این انقلاب و آقای خمینی نیامده بود که برود. آمده بود بماند برای بازی های بعدی. چرا که من وقتی مطالعه می کردم، من 4 سال در دانشگاه مینیسوتا و لایبری دانتان پشت سر هم کتاب، روزنامه، مجله، هر ورق پاره‌ای بگید من مطالعه می کردم. تمام فصلنامه های میدل ایست رو گذاشته بودم و از 1900 از جنگ اول جهانی می خوندم. اوکی؟ یک روز متوجه شدم اصلا مسئله ایران و شاه نیست، براندازی شوربیه. 1982-83 من متوجه شدم اینا اصلا با شاه کار ندارن، با منطقه کار ندارن، فعلا هدف براندازی شوربیه. و اتفاق افتاد. اگر میبینید نوژه شکست خورد، حالا بعضیا میگن از دفتر آقای بختیار خبرها درس کرد، خیلی سلطنت طلبا و ارتشی ها چنین برداشت، پاره معتقدن همین آقای منوچهر قربانی فر بد بازی کرد، دو دوزه بازی کرد، خیلی ها معتقد بودن، ولی به نظر من نه، اجازه نمیدادن نوژه اتفاق بیفته، چون قرار بود خمینی و دار و دستش و همپالگیهاش بمانن که الان چند سال موندن؟ 32 سال. در یه تحلیل دیگری بعضی از منابع معتبر که نمیتونم اسمشونو بیارم، اینها معتقدند که نوژه در واقع مقدمه بود، یعنی اقدامی بود که با انجام اون اقدام ارتش ایران، نیروی هوایی ایران در مقابل عراق باید از پا در می اومد و در واقع باجی بود که میخواستن به عراقی ها بدن و در نتیجه کسانی که پشت سر کودتا بودند، یعنی دولت‌های آمریکا و اسرائیل، اسرائیلی‌ها طرح رو لو دادند و با این ترتیب حدود 142 افسر ایرانی و شخصیت با ارزش نیروی هوایی ایران عمدتاً اینها جان خودشون رو باختند. البته من در کتابی که کودتای نوژه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتشر کرده، خیلی نحوه لو رفتن کودتا مسخره است، حتی مسخره از اون چیزی که جناب بنی صدر دارن میگن. باز این دقیقاً منم موافقم باشم. و آقای در واقع در اون کتاب همه اعتبار به آقای خامنه‌ای داده شده که یکی از این خلبان‌ها دچار ناراحتی وجدان میشه در آستانه کودتا، با مادرش میشینه و میگه که من خیلی وجدانم ناراحته، مادر میگه شیرم و حلالت نمی کنم مگر اینکه بری خبر بدی، و او معلوم نیست به چه ترتیب خودش رو توی این کتاب، توی کتاب وزارت اطلاعات میگه خودش رو میرسونه به آقای خامنه‌ای. واسطه کی بوده اینجا ذکر نمیکنه. من همین نکته رو میخوام بگم. حجاریان خسرو قنبری تهرانی که به اصطلاح نوچه های سی امنیتی آقای فردوس بودن، اون روزا آقای فردوس همه رو ترخوش میکرد، اونها معتقد بودن اونها اطلاعات پیدا کردن، با اطلاع پیدا کردن با آقای خامنه‌ای اونها اطلاع دادن. حجاریان همیشه این رو مدعیه که اون و یارانش اونها بودن در واقع به اصطلاح کودتای نوژه رو کشف کردن، بازجویی ها هم اونها کردن. ادعای خود آقای حجاریان، ادعای من نیست، من مطالعات کردم که نوشته هایی که دیدم، ولی به نظر من هیچ کدوم اینا نبودن، خود فردوس بود. یعنی چی فردوس بود؟ فردوس در اون روزها در تهران بود و دستگاه امنیتی خمینی رو ببینید، در سیستم های انقلابی هرگز سیستم امنیتی پیشین کاملا نابود نمیشه، همه خود بچه هایی که در دستگاه امنیتی هن اینو میدونن. یعنی اگر 1000 هم کشته میشه،
نفراتی از اون سیستم امنیتی وارد دستگاه جدید میشه، همکاری میکنه، بعد حالا قربانی میشه، تصفیه میشه، اون داستان دیگری. در هرگز هیچ رژیمی تغییر نکرده بدون اینکه دستگاه اطلاعاتی یا بعضی از افسران عمرا همکاری نکنن با حکومت جدید. مصر نمونه بارزه، کیس استادی، برید بشنید ببینید. همه آقا از آغاز اول هم معلوم بود آقای سلیمان نیرومندترین مردیه که هست اون بازی. اما حرف من این بود که هم ببینید هر اتفاقی در ایران رخ میداد مثل اینکه همه میدونستن هر چیزی میخواست اتفاق بیفته. اون روزا شما در هیجانات انقلاب بودید، ما در بیرون نشسته بودیم مطالعه میکردیم، فرصت داشتیم بهتر ببینیم. اصلا مشخص بود، من سه بار با آقای بختیار ملاقات کردم، مصاحبه کردم، 10 بار آقای دکتر مدنی نازنین رو دیدم، همه پرسشام هم ازشون کردم. اونها هم به تدریج، آقای بختیار که اصلا قبول نداشت، یک روز متوجه شد اصلا اشتباه خونده بود بازی رو، اشتباه محاسباتی کرده بود، اومده بود تو بازی. حالا خواسته بود در تاریخ بمونه یا نه، هنوزم خودش انکار میکنه. حتی افسران کودتای نوژه را هم فکر نمیکنم رابطه‌ای با خودش میدید، من فکر نمیکنم با توجه به اون رویدادها، صحبت ها که من دیدم. نوژه اولا کودتا، اونایی که نظامی هم که بهتر از من میدونم، فقط من کتاب دکتر لوتویک رو خوندم، ادوارد لوتویک، بزرگترین به اصطلاح استراتژیست نظامی هم اسرائیل هم آمریکا. ایشون کودتا رو بررسی که میکنه میگه آقا شما با یک گروه بسیار اندک این کودتا رو انجام میدید، اصلا قرار نبود نوژه برگرده به شهرستانهای دیگر بوسن، نه قرار بود یک ضربه خودکاور زده بشه. باورشون این بود اگر جماران بمباران کنن، خمینی کشته بشه، چند تا از یاران کشته بشن، بازی تموم خواهد شد، که به نظر من اشتباه بود. بله ولی به هر حال یاد افسران میهن پرستی که جانشون رو بر سر اعتقادشون دادند گرامی باد، اگرچه رهبری اونها مرتکب اشتباه شد و اونها جانشون از دست دادند، ولی سیر حوادث بعدی نشان می‌دهد که اون افسران برای نجات ایران از دست خمینی اشتباه نکرده بودند، بازی رو درست بازی ندیده دقیقا. بودند. آفرین. این دو تا مطلب مختلف. ببینید سردار تیمسار محققی به نظر من نباخت، در تاریخ موند، چه شما باش موافق باشید که میخواد مخالف باشید، همجور که تیمسار رحیمی موند. درسته؟ ما فرهنگ زشت انقلاب حتی طرز تلقی و برخورد ما رو با مسائل زشت کرد. ما اگر مخالف مجاهدین، من امروزم معتقدم مجاهدین فرقن، هنوزم معتقدم مجاهدین کادر رهبریش اشتباه کرد، اما هیچ رژیمی، هیچ حکومتی اجازه نداشت این بچه های مجاهدین اینجوری به این گونه کشتار کنه. ما بایستی برای اون کشتارها می ایستادیم، ولی نه ایستادیم. چرا؟ انقلاب همه تفکر ما رو زشت کرد، ما رو از تفرقه انداخت. ما در خارج از کشور و در اپوزیسیون در واقع به گفته شما هیئتی زندگی کردیم، الان هم هیئتی زندگی میکنیم و با هم تصفیه حسابهای مافیایی میکنیم. ما هیئتی زندگی نمی کنیم در خارج از کشور، ما سلولی زندگی می کنیم. اینم ممکنه، اینم قشنگ باری کرد. باقی دیگری که حضور مانو خدابخشیان مغتنمه و نظر او رو می خوام در موردش، در مورد جنبش دانشجویی سال 1378 است. جنبشی که به نظر من میرسه ما همه ابعادش رو به درستی ندیدیم و حتی جامعه ایران ندید قدرت و صلابت این جنبش رو. آمد و رفت و قربانی های بسیاری گرفت. نمیدونم چه رابطه‌ای میشود برقرار کرد بین جنبش سال 1378 با 1388، 10 سال بعد، یک جنبش عمومی در مقابل یک جنبش دانشجویی. اجازه بدید به صحنه هایی از حضور مردم و دانشجویان در جنبش سال 1378 با هم نگاه کنیم. بسم الله
تحلیل شد بود یا رسو شدی بود یا رسو شدی خب آقای مانوک، 10 سال قبل از 1388 این جمعیت آمد در خیابان و با این انرژی آمد، اون پتانسیل یا ظرفیت تهاجمی رو نشون داد در حرکت خودش، اما مردم نیومدن. چرا نیومدن به نظر شما؟ من هم هیچ وقت ندیدم در تاریخ جنبش های دانشجوی ایران جنبش دانشجویی ضمن این که مورد احترام مردم بوده و حمایت روحیشون بوده، ولی هیچ وقت دانشجوها موفق نبودن مردم رو در خیابان به دنبال خودشون بکشن. در دوران رژیم پادشاهی هم این وضعیت بود، محدوده حرکت جنبش دانشجویی در محدوده دانشگاه بود، در محدوده کالج ها بود و خیابانی نمیشد. این در واقع بین گروه روشنفکری، این اون گونه بگیم یا الیت و توده، هیچ وقت ارتباط برقرار نمیشد. نه، تونی نازنین وقتی ما آشنا شدیم در تلویزیون و با هم بارها و بارها مرور میکردیم این جنبش رو، چون ایشون جزء همین جنبشی ها بوده، همیشه همین نکته شما رو اشاره میکرد که مردم نیومدن، مادرها پدرها آبرین ایستادن نگاه کردن اما نیومدن. ببینید جنبش از کجا آغاز شد؟ واقعا جنبش دانشجویی، این جنبش از کجا آغاز شد؟ با به اصطلاح روزنامه سلام، درسته؟ آقای عبدی، دوستان همه بودن، موسوی خوینی ها بود دیگه، عالی جناب خاکستری. یه روز میگفتن ایشون کلاس پاتریس لومونبای مسکو رو رفته، حالا میگن خامنه ای رفته. میگم یکی از بزرگترین اشتباه های ما همینه که فقط گاسیب درست میکنیم، باید بریم مطالعه کنیم، مدرک باید بیارید. آقای خوینیان و دوستانش کار بسیار جالبی کردن، اما ما فراموش نکنیم در اون زمان یک حادثهی بزرگتر اتفاق افتاده بود، پیروزی نه، بلکه اون به اصطلاح انقلاب فوتبال، درسته؟ تمام نیروهای جوان جامعه آمده بود در اونجا، یک بینگ بنگ، یک انفجار رخ داده بود، جامعه از اسلامیسم عبور کرده بود، رسیده بود به ایرانیسم. اوکی؟ همه دیگه اون موقع ایرانی بودن، خیلی به ندرت ادای اسلامیست ها رو، اسلامیست که میگم من از لحاظ سیاسی و اجتماعی میگم، در می آوردن. حالا شما یک جامعه داشتی فکر میکرد داره یک تحولای اتفاق میفته، ناگهان یک جانوس سیاسی، یک مرد دوچهره به نام خاتمی آمد سواره این موج شد. فقط دوچهره داشت؟ من فعلا جانوس میگم بهش. و وقتی آقای خاتمی سوار این موج شد و به اصطلاح شیفتگان و به اصطلاح هواریون آقای خاتمی شروع کردن خاتمیزم رو به باورشون جایگزین کنن به جای آقای خامنه ای، یا حتی بعضی هاشون مثل آقای اکبر گنجی، بعضی ها اینقدر رادیکال بودن که آقای رفسنجانی رو هم داشتن قربانی میکردن که کردن. اما در اینجا نکته ای که وجود داشت، دانشجوها در واقع یاران دبستانی اول اومدن، پاک، معتقد، اکبر محمدی، منوچهر محمدی، آقای مهاجری نژاد، اکثر هم فکر میکردن تموم شد، الان ما سکولاریم، میریم فریاد میزنیم، جنبش برنده خواهد شد، یارهای دبستانی. اما متوجه نبودن دفتر تحکیم وحدت با ارتباط با گروه به اصلاح طلبان جنبش رو کنترل میکرد. بنابراین هم از درون جنبش نفاق وجود داشت
و نکته دیگری که این بار رژیم مقابلگی کرد این بود، در گفتارهای آقای صدرالاسلام به اصطلاح رئیس این گروه های به اصطلاح انتظامی ناجا وجود داره، میگه ما شدیدترین برخورد رو با اونها در واقع انجام داریم. ببینید حتی در 10 سال بعد بسیجی ها به اون نمیتونم بگم با قدرتی که ناجایی ها عمل کردن عمل کردن، نه، بسیجی ها وقت خریدن، بسیجی ها گروه های مقابل رو خسته کردن، بعد آنهایی که باید میومد و آدم ربایی میکرد آدم ربایی کرد، بسیج نمیتونست اون جمعیت رو متوقف کنه، وقت میخرید، حرکت تأخیری انجام میداد. ولی در زمان جنبش دانشجویی دستگیر میکردن، که اتفاقا چند شب پیش آقای مهاجرین نژاد و آقای منوچهر محمدی، بنده و آقای تونی و آقای بچه‌ها نشسته بودیم صحبت میکردیم، بعد پرسش این بود شما چگونه باور میکردید که موفق بشید؟ و اونا معتقد بودن فضای باز بود، درسته؟ و معتقد بودن رسانه های گروهی خارج از کشور مثلا رادیو صدای ایران و دیگران به نجات اونها خواهند آمد، که فکر میکنم بچه ها اماد و تونی عزیز بهتر از من داستان رو گوش میکردن، چرا که من در واقع در حیرت زده بودم که چقدر ما این جوانان رو قربانی دادیم در واقع، چون باورشون شده بود که یا تا چه حد اونها نسبت به توان ما و امکان ما دچار توهم بودن. دقیقا این پرسشی بود که من از آقای منوچهر محمدی کردم، بچه ها شاهد بودن، گفتم شما تصورتون این بود اگر از ایران بیایید به لس آنجلس، از فرودگاه لس آنجلس تا رادیو تلویزیون ها برای شما قالی قرمز را انداختن به عنوان قهرمان ملی، واتسلاو هاول شما را دعوت میکردن، و تصورشون همین بود، تصورشون این بود که خارج از کشور در کنار اونها خواهد ایستاد. و به نظر من زمانی که اکبر محمدی و دیگر جوان ها در واقع کشته شدن، واقعیت برای اونا باز شد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، واقعیتی بسیار تلخ و دردناک. اجازه می‌فرمایید که با هم نگاه کنیم به دورفشانی آقای خامنه‌ای بعد از واقعه 18 تیر 1378 که چه اشک تمساهی، اتفاقا خیلی می‌خوام ببینم، و چه اشک تمساهی در واقع ایشون می‌ریزن برای دانشجویان ایرانی. با هم نگاه می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. حرف‌های گفتنی زیاد است، اما مطلبی که از نظر من مهمتر از همه است و ذهن من را مشغول کرده است، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد. حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. ها
حمله به منزل و مأوا و مسکن یک جمعی به خصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت به هیچ وجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. و برای من هر گونه چیزی که برای این مجموعه ها مایه اضطراب، ناراحتی و اشتباه در فهم باشد بسیار سخت و سنگین است. این بهانه که 100 نفر یا 200 نفر خارج شدند از کوی دانشگاه و حرفهایی زدند، شعارهایی دادند، این بهانه نمی شود، مجوز نمی شود برای اینکه کسانی در هر لباسی با هر نامی وارد اون محیط بشوند و کارهای ناروایی انجام بدهند. اگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون این دشمن را خوشحال میکند. بله، ایشون ببینید، اولا همه جوانها رو در ایران فرزندان خودشون میخوانند، ایش بیان صریح ولی فقیه. ثانیاً از اون میگوید اجتماعات مخالفین رو اصلا نباید متعرضشون شد. شاید بر اساس همین رهنمود بود که در سال 1388 زندان کهریزک هم درست کردن. در واقع اگر در اجتماع نمیتونن خدمت مردم برسن، اونها رو در داخل زندان کهریزک مشمول فرمایشات ایشون نبود که در داخل اون هر جنایت اتفاق میفته. که خود بساط ببینید هر دو طرف از این جنبش درس آموخت. در اینجا اگر توجه داشته باشی، من این اولین بار این صحنه رو میبینم، نمیدونم چطور شده اینو ندیده بودم، ولی ببینید چقدر حقیرن، چقدر سعی میکنن پدرانه مهربانه وارد بازی بشن. شما نگاه کنید 10 سال بعد، وقتی آن روزی که آمد و هاشمی رفسنجانی و رضایی رو نشون و گفت من با آقای هاشمی رفسنجانی بسیار دوستم اما با آقای احمدی نژاد نزدیکی فکری دارم، صداش گستاخانه بود. در اینجا آقای خامنه ای احساس کرده بود حکومت خودش به خطر افتاده، حکومت خامنه ای به خطر افتاده. چرا؟ 1985-86 من رو جلد رایگان 5 تا عکس زدم، گفتم سرهنگا یا حجت الاسلام ها آمدن. حجت الاسلام خامنه ای، حجت الاسلام رفسنجانی، حجت الاسلام کروبی، حجت الاسلام احمد خمینی، حجت الاسلام موسوی خوینیا. در بازی مافیایی قدرت شما یا باید یک نفر رو سربنیست کنید، نمیتونید وارد جنگ مافیایی بشید. آقای خامنه‌ای اینجا احساس کرد که خوینیا با ظرافت و زیرکی خاصی داره به دوران حکومت اون پایان میده. یعنی در واقع اصلاح طلبان با پشتیبانی مردم که به اصلاح 20 میلیون با آقای خاتمی رأی داده بودن و همه اینها وحشت اینو داشتن که الان این اصلاح طلبان میان و بساط در واقع ولایت فقیه رو جمع جور میکنن، چون آقای محسن کدیور همون موقع در روزنامه بهمن که فقط 6 شماره منتشر شد، هزینه‌ش هم آقای کرباشچی میداد ولی آقای عطاءالله مهاجرانی مدیر مسئولش بود، در اونجا آقای محسن کدیور مینوشت ولایت فقیه تموم شده، باید ولایت مشروط باشه، از این مطالب. اینجا خامنه ای احساس کرد خودش رفتنیه.
برای همین کوتاه آمد. حالا چه کسانی رفتن، البته اون بازی به هم خورد، به نظر من آقای خاتمی بازی رو به هم زد، همین گونه که این بار هم بازی رو به هم زد. آقای خاتمی چرا نیامد با سبزی ها هم صدا بشه؟ مگر آقای موسوی آقای کروبی رو دستگیر نکرده بودن؟ مگر آقای رفسنجانی مورد حمله نبود؟ بسیار خوشحالیم که آقای رفسنجانی اصلا دار می‌زدن، ولی از لحاظ تاکتیکی نگاه کنیم آقای رفسنجانی مورد حمله بود با تمام خانوادهش. کروبی و موسوی در زندانن، معاصرن. چرا آقای خاتمی نیومد یک دفعه پرچم رو برداره و در حرکت بده جنبش سبز؟ همه یارانش در زندان بودن. مگر حجاریان و دیگران یاران صفایی فرهانی نبوی آقا رو به سر کار نیورده بودن؟ پس بنابراین در هر دو مورد آقای خاتمی خیانت کرد به سادگی. حالا کار شکنی کرد، بازی خود شکرد. یا به خاطری که میگم از یک خاتمی، حتی وقتی در آمریکا با آقای جواد ظریف رفتن شورش مروش رو دیدن که بیان انقلاب مخملین را بندازن، خود آقای خاتمی درز داد، در واقع بازی رو به هم زد. یعنی ولی ایشون تخصصش بازی به هم زدن، وارد بازی میشه. به خاطر اینکه ایشون در جای دوره دیدن، در مسجد هامبورگ دوره دیدن. مسجد هامبورگ یکی از مدارس خیلی خوب اطلاعاتیه، از زمان نازی ها معروفه ها، نه به امروز. از زمان نازی ها مسجد هامبورگ معروفه. مسجدی بود که یک آقایی به نام فان بودن اومد و تر داد به نازی ها که اگر ما یک مسجد اسلامی بسازیم میتونیم از طریق تمام ملت اقوام اسلامی شوروی رو در واقع به زیر بکشیم، و بسیار هم طرحش موفق بود. اما بعد از جنگ دوم جهانی اومد، یه مدتی هم در رادیو آزادی کار کرد، بعد پشیمون شد دوباره برگشت به آلمان. شما اشاره کردید در توضیحات قبلی در مورد کودتای نوژه که با هم صحبت کردیم، گفتید که در اون زمان هدف ایران نبود، هدف شوروی بود و سقوط شوروی بود. آیا فکر نمی‌کنید در این دور باز ایران یک خاکریزی است بر سر راه چین و سقوط چین امروز؟ بله آفرین. نیست اینطور؟ یه الان دیگه ایران، ببینید خانم هیلاری کلینتون در واقع یک تلنگری زد به روسا و چین ها سر سوریه. سوریه به روسیه ربط داره. حالا آقای کوفی انان سعی خواهد کرد اگر شد یه جایی در کنار دریای سیاه برای آقای بشار اسد یک پناهگاهی، تعبیدگاهی درست کنه، مثل شاه ایران دیگه در تمام دنیا را نیفته تا یک پناهگاهی پیدا کنه. اما دقیقا درست گفتید، مسئله ایران ربط داره به چین. جاده ابریشم نوین در واقع بله در حیات پشتی روسیه هست، ولی روسیه حاضره بر سر ایران معامله کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آمریکا در 20 سال گذشته حداقل این فرصت رو داد تا اون جایی که روسا میخوان ایران رو غارت کنن به خاطر پروژه های هسته‌ای. و امروز هم توجه داشته باشید، تحریم نفتی ایران فقط به سود روسیه و گازپرومه و سلطان گاز دنیا داره میشه. ایران اگر نباشه، منافع اقتصادی و ژئوستراتژیک به سود روسه، اما برای چین نه. چون اگر فردا اتفاقی در بلوچستان بیفته و آمریکا زودتر بیاد بندرگاه گوادر رو بگیره، چین هم آچماش شدن، تموم شده کارشون، چون سرمایه گذاری کلونی کردن. همینجوری که در سودان باختن، در آفریقا دارن میبازن. و دقیقا درست دیدید، مسئله ایران رفت داره به چین، به آینده بازی بزرگی که بین آمریکا و چین صورت خواهد گرفت از نقطه نظر اقتصادی. من فکر نمی کنم اینقدر ابله باشن که بران در جنگ اتمی، نه، ولی مسئله اقتصادیش نقش داره. آقای مانوک خدا بخشیان، من آخرین مصاحبه‌ای که از آقای بشار اسد میدیدم، اون رو بیشتر میدیدم که داره به هر حال به نوعی میگه من به این سادگی رفتنی نیستم و ایستادم و مقاومت میکنم.
به هر حال باید همه چیز به طور قانونی انجام بشود و اینها نیروهای مخاصمند که مرتکب این جرائم و جنایات میشن. او داره بلوف میزنه یا واقعا در این معامله هایی که انجام شده جابهایی برای خودش میبینه که بتونه علارغم همه این جنایات و علارغم نفرتی که مردم سوریه از او دارند بتونه باقی بمونه؟ فرمس خان، من فکر میکنم وقت میخره. وقت میخره. شما اگر کوفی آنان با ایرانی ها وارد مذاکره بشه و همینجوری که به روسا خانم هیلاری کلینتون فشار آورد که سلاح تحویل ندید و دیدیم که آخرین هواپیماهایی که قرار بود به سوریه بدن ندادن، هر وقت پارتنر شما تعهداش انجام نمیده یعنی شما رفتنی هستید. یادتون باشه در روزای آخر حکومت شاه آمریکایی‌ها نه آواکسا رو به شاه فروختن نه بسیاری از هواپیماهای فانتوم رو که قرار بود. در واقع به شما یک علامتی میدن که بازی تموم شد. الان روس ها هم گفتن بازی تمام شد، اما این بازی چگونه باید تموم بشه؟ آیا جمهوری اسلامی اگر بیاد و بخواد به حرف آقای حتما آقای کوفی آنان یکی از مطالبی که خواهد گفت، شما اگر همکاری کنید در مسئله سوریه بخشی از تحریم مثلا برداشته کاهش خواهد، درسته؟ حتما یکی از اینا باید باشه که بتونه در این ما. ولی جمهوری اسلامی میدونه وقتی مهره یا اون فرض کنیم شاه مهره روز سوریه افتاد، نوبت ایرانه. حالا چیکار باید بکنه؟ همکاری کنه؟ باخته. الان در موقعیت آشماز رژیم تهرانه، بشار اسد رفتنیه ولی الان رژیم تهرانه. چرا من معتقدم که کوفی آنان خوب بازی میکنه فعلا؟ برن کوفی آنان، آقای فرانسیس فوکویاما، شوروش، ویلسی کلارک، آقای برژنسکی، همه تو اون کرایسیس کلوب هن که دنیا رو همینجور انگوش میکنن، بازی میکنن، دموکراسی میارن، قانون اساسی مینویسن. آقای کوفی آنان آدم ساده ای نیست، مهره بازی، شاه مهره بازی. الان به ایران چی میخواد پیشنهاد کنه؟ به نظر شما آیا کوفی آنان میاد به ایران میگه شما بیایید آقای بشار اسد رو رها کنید، آقای بشار اسد اگر بره شما موقعیتتون بهتر میشه، ایرانی که الان میدونه کارزای با آمریکایی‌ها به طور رسمی قرارداد بسته به عنوان یک متحد استراتژیکی، یعنی آمریکا اولین بار، حتی انگلیسی‌ها نتونستن، آمریکایی‌ها اولین بار افغانستان رو صاحب شدن. به همین جد اون آقای اوباما اون سفر ناگهانی رو کرد. دقیقاً همیشه بازی‌ها. ببینید ما اشکالی که داریم همیشه اخبار رو گوش می‌کنیم. فرانکلین روزولت میگه اخبار رو گوش نکنید، ببینید پشت اخبار چه خبره. ما همه CNN نگاه می‌کنیم، فاکس فکر می‌کنیم دنیا رو فهمیدیم. بنابراین موقعیت ایران خوشایند نیست، من معتقد نیستم. چرا؟ اگر بیاد داشته باشیم در مورد افغانستان و عراق هم جمهوری اسلامی همکاری کرد با آمریکا اولش، نه؟ بله. زمان آقای بوش، اما آقای بوش گذاشت در زمره مسلح شرارت. آقای خاتمی هم سر کار بود، نبود؟ خب این بازی که شما دارید بهش اشاره میکنید، از اون سر شما میبینید که مصر امروز آقای مرسی در واقع روزهایی است که داره میره درگیر بشه با ارتش برای اثبات قدرت خودش و اخوان المسلمین به اتکای رأیی که از سوی درصدی از مردم آورده و نه از اکثریت مردم. این آمریکا این بازی‌هایی که داره انجام میده آیا به نفع آمریکاست؟ چه چیزی رو میخواد حاکم بکنه بر منطقه؟ به طب نفت خاورمیانه رو میخواد، نفت عربستان رو میخواد. الان در عربستان هم شیعه ها مسئله شدن، مسئله جدی شدن، بودند ولی مسئله جدی شدن. الان اون حجت الاسلام شیعه که بازداشتش کردن، به زندان انداختنش. چی میخوان از آشوب کردن اوضاع تا به این حد؟ خودشون میگن constructive destruction، یعنی ما اول مثل لاس وگاس اول فرو میریزیم بعد میسازیم. فهمز خان، من گاهی نمیدونم دیوانه میشم، حرفایی میزنم که نباید بزنم، شما هم ناراحت میشین به عنوان تز توته. نه، تز توته احساس من اینه،
آمریکا از منطقه میره، حتی عربستان را هم رها خواهد کرد. اما قبل از اینکه از عربستان بره، تغییرات اساسی اتفاق خواهد افتاد. همینجوری که اگر یک روز یکی میومد به ما 5 سال پیش میگفت حسنی مبارک خواهد رخت، اخوان المسلمین خواهد آمد، ما دارش میزدیم، میگفتیم دیوانه است، تز توطئه میگه. ولی 2005 داشتن طراحی میکردن، حتی در زمان آقای بوش طراحی میکردن. سخنرانی آقای بوش هم این بود که مصر باید دموکراسی بیاد، در مصر دموکراسی باید حاکم بشه. آقای حسنی مبارک کنارش ایستاده. حالا آقای اوباما یه لطفی کرد، در اون دانشگاه که سخنرانی میکرد آقای مبارک رو دعوت نکرد، نماینده های اخوان مسلمین بودن، که در اونجا گفت که من گفتم اینا امکان نداره جنبش سبز رو کمک کنه، گفت ما در امور ایران دخالت کردیم، دخالت نمی کنیم. مسئله آقای مصدق رو آورد و بعدم حال داد به اخوان مسلمین که بله دیکتاتوری در مصر باید تموم بشه. به نظر من همین جوری که شوروی سهمیه های خودش رو واگذار کرد و از نقطه نظر اقتصادی تبدیل شد به یک سوپر پاور اقتصادی، امروز اولیگارکا هستن، سیلوکوفسکی ها هستن که کجیبی های قبلی هن، دارن غارت میکنن، همه با هم دارن به عنوان یک قدرت در صحنه هستن. حتی فردا پس فردا وقتی یورو جا افتاد با اروپایی ها هم پیمان خواهند شد جلوی چین و آمریکا. آمریکا هم همینجوری که کمونیست رفت کاپیتالیسم میره، فاینانشالیسم شده، الان به نظر من داره از منطقه میره. من اتفاقا 3 شب پیش داشتم رفتن امپراتوری انگلیس رو مطالعه میکردم. 2 آدمیرال نوشتن که چگونه انگلیس به تدریج هند رو داد، آیرلند رو داد، چگونه همینجور به تدریج ناچار میشه بده داد، یا اینکه از سر قدرت داد برای اینکه منزلت تازه‌ای رو پیدا کرد. الان شما میفرمایید که آمریکا از منطقه داره میره، منافع آمریکا و متحدین آمریکا که در منطقه هست چی میشه؟ آمریکا ببینید، آمریکا فرم دیگری دنیا رو داره اداره میکنه. ناوگان آمریکا که نمیره، نیروی نظامی آمریکا که فردا تموم نمیشه. آمریکا خود دلار پشتش نیروی نظامی آمریکاست، ارزش دلار به اونه نه به وال استریت. آمریکا داره سهمیه هاشو به دیگر بازیگران میده. به نظر من فرمت دنیا داره عوض میشه. آمریکا میشه پلیس جهانی، اما روسیه سهم خودشو داره، چین بازار خودشو داره، برزیل خواهد آمد. برای اینکه برزیل هم امروز فردا یک دفعه گستاخ نشه، بخواد سوپر پاور بشه، شما نگاه کنید کودتاهای آرومی در منطقه، در پاراگوئه، در السالوادور یک دیوار کنارش میکشن. یعنی داره فرمت دنیا تغییر میکنه، همه پارتنر میشن دیگه، دنیا نه یک قطبی است نه دو قطبی، ولی سرانجامش آمریکا اداره خواهد کرد. حالا چه دلار بمونه، یورو بمونه، همه این بحثا رو هر روز شما نگاه کنید هست. ولی به نظر من همینجوری که برای شما هم پرسشه، برای منم پرسشه، شما همه یاراتو داری قربانی میدی، پس چیکار داری میکنی؟ تصور اینه که همون است که کیسینجر و برژینسکی 10 سال پیش گفتن، که خود درک این بازی خیلی دشواره، مقدور نیست. نه. که خب میره در حالی که وابستگی خودش به انرژی روز به روز بیشتر میشه و به هر حال خودش هم همچین در موقعیت درخشانی نیست. آیا برای تجدید قوا کردن در آمریکاست؟ چون آمریکا خودش هم وقتی نگاه میکنید میبینید مسائل بسیار اساسی داره. آیا ما به سقوط امپراتوری نزدیک میشیم؟ یعنی این واگذاری اجباری است، یا اینکه سهمش رو دارن از دستش میگیرن؟ نمیگیرن چون میتونه نده. ببخشیدم. بله. ببینید آقای شروش و یارانش، اون جنا که حتی به اسرائیل هم میتازن، میگن آقا فلسطین رو بده بهشون. ببین قبل اینها معتقدن دیگه آمریکا به تنهایی نمیتونه این بار رو بکشه. بله. ولی همونجور که کتاب آقای برژنسکی 20 سال پیش بود، با تکنولوژی میتونه دنیا رو نگه داره. شما میخواهید چین باشید، هند باشید،
روس باشید، نمیدونم برزیلی باشید، شما باید مایکروسافت رو بخرید، شما باید اپل رو بخرید، نسل شما باید کالچر آمریکایی رو بپذیره. حتی امروز دیدیم که رهبر کره جنوبی نشسته بود و به اصطلاح پاپت ها یا قهرمانان دیسنی براش میرخصیدن، اینم کف میزد برای مایتی ماوس و دیگران. دنیا تغییر کرده. آقای کیسینجر یک کتابی نوشت و گفت آمریکا دیگر به سیاست خارجی نیاز نداره، ولی ننوشت به چی احتیاج داره. به نظر من نیروی نظامی، و هنوز نیروی نظامیش دنیا رو اداره میکنه، ولی دیگه لازم نیست که بره در، البته تمام مناطق رو رفته نشسته، فکر نکنید الان یمن کجاست، سومالی کجاست، کنیا، نیجریه. ببینید این تئوری یک اشکال داره و اون اشکالش در اینجا مردم کشورهای مختلف هستن، مردم خاورمیانه هستن. این مردم قاعدتاً اگر به خودشون واگذار بشن، نیروی مستقلی خواهند شد که به هیچ وجه به آمریکا هم باج نمیدن، با این همه احساسات ضد آمریکایی که در کل منطقه خاورمیانه هست. آمریکا نمیخواد باج بگیره. مگر الان افغانستان برای شما یک انتخابات آزاد انجام نداد؟ آقای حمید کارزار نیومد مگر پاره چنان حرکت‌های انجام داد که ملت افغان احساس کنن که آمریکا این کشور رو بازسازی کرد، حالا هم خواهد رفت 2014 نیروهاشو بیرون خواهد برد. یعنی شما فکر میکنید واقعا مردم افغانستان نسبت به آمریکا اینطور فکر میکنه؟ نه فقط به آمریکا، مگر کشور الان بسیار از کشورهای بلوک شرق هم نسبت به روسیه، هنوز در اوکراین وقتی یک رفراندومی شد یا یک برنامه‌ای که شما میتونید روسی صحبت کنید، تمام اوکراینی‌ها پریدن در خیابان. مردم فراموش نمی کنن. مردم همیشه در کمین نشستن. من همیشه گفتم مردم در کمینن. فقط اینها یا باهوشن، بازی ها رو تغییر میدن، گاهی واگذار میکنن، گاهی مجبورن واگذار کنن، گاهی هم واگذار میکنن، به حق هم واگذار میکنن، یک جا رو به جای دیگری میرن. یک منطقه الان پاکستان، آیا فکر میکنید آمریکایی یا پاکستان خواهند مود؟ عرصه بهشون بسیار تنگ شده برای مونده. آفرین. ولی افغانستان رو گرفت. وقتی شما افغانستان رو داری که در حیات پشتی روسیه نشستی، و افغانستان نیازی نداری به پاکستان. پاکستان عذر میخوام. دقیقه مرسی. میگم بازی، ببینیم بازی، با تحلیل من نیز صدها تحلیل دیگه میشه کرد، ولی واقعیتش اینه که فرمت دنیا عوض میشه یا در حال عوض شدن هست الان. هممون یه خوبی داره، ما تاریخ رو تو پرایم تایم های تلویزیون میبینیم. بله درسته. فقط به جاجمنت ما هست چگونه نگاه میکنیم، از چه زاویه ای نگاه میکنیم. این تسلط آمریکا از نظر تبدیل به پلیس جهانی شدنش، آیا یک تسلط صرفا نظامی است یا یک تسلط اطلاعاتی نظامی هست؟ یعنی با در مقابل کارتل ها و تراست ها یه سرمایه و مالی، حالا ما با کارتل و تراست اطلاعاتی مواجه هستیم که دنیا را اداره میکنه. اگه این حرف درسته. یه روز یک آقای نوشت داس و چکش افتاد، به جاش رنگین کمان مکدونالد اومد. ببینید آقای رودز وقتی میخواست امپراتوری انگلیس رو با سرمایه روتشایلد و برادران ساسون به وجود بیاره، گفت ما باید کاری کنیم که تمام دنیا انگلیسی صحبت کنه. بعد رفت آفریقا، رودزیا، اینا رو گرفت، خط راهن کشید، الماسا، طلاها، هرچه بود و بردن. الان شما، من هر روز اینو فکر میکنم، گاهی با برادر نازنینم صحبت میکنم، بهش میگم همین اینترنت تسلط بر دنیا نیست؟ شما چگونه میخواد چین صاحب دنیا بشه در حالی که 1% مردم دنیا چینی بلد نیستن؟ ما بیایم واقع بینانه نگاه کنیم. شما از صبح که بیدار میشید با این
اینترنت لعنتی، با این ماشین های چیز معجزه‌گر کار دارید. احتیاجی نداره که شما حتما سپاه بفرستید. فرهنگ به اسلام مک، بهش میگن فرهنگ مک، یک کتابی آقای بنجامین دانیل نوشت به اسم فرهنگ مک در مقابل جهادیسم. آیا فرهنگ مک برنده میشه؟ مکدونال یا مکینتاش یا جهاد؟ کدومش؟ والا چون جهادی هم از همین استفاده میکنم. نه، من فکر میکنم که با این ترتیب این تسلط انفورماتیک، تسلط اطلاعاتی آمریکا بر جهان یه کاملا عرصه نشناخته است که هنوز دنیا متوجه نیست وارد چه مرحله دردناک و بحرانی تازه‌ای میشه با این ترتیب. الان من دارم نگاه میکنم بچه‌ها دارم پخش میکردن این مرکز اطلاعاتی پولی دنیا یا بانکی دنیا، کی اداره میکنه اینا رو؟ این به نظر من، من گاهی نه اینکه شیفته اینا بشم، ولی یک کردیتی میدم به آقای برژنسکی که میاد 1978 یک کتاب مینویسه بین دو نسل، بعد اونجا به شما میگه آقا مارکس حرفای خیلی خوبی زد ولی پروتاریا داره از بین میره، همه چی شده الکترونیک، تکنوترنیک ایرا میگه. و بعد شما میبینید به تدریج اینها میان شرکت‌های بزرگ رو میفرستن، مثل جانکیارد میفرستن هند، میفرستن بیرون، همه مردم آمریکا بیکار میشن، ولی در این ترانزیشن خودشونو درست میکنن. یعنی چه در این ترانزیشن خودشون؟ مردم آمریکا وقتی بدبخت بشن؟ اوکی، آمریکا 50 سال بعد از جنگ دوم جهانی کشوری بود که صنایع برتر داشت. آمریکا اگر بیاد، ببینید اینهایی که کسموپولیتینن آقای برژنسکی چیه، فقط برای آمریکا فکر نمیکنن، فکر میکنه اگر در چین گرسنگی حاکم باشه به ضرر آمریکاست، اگر در آفریقا همه چیز به اصطلاح به توهیگری برسه به ضرر منافع آمریکاست. پس بنابراین میان یک در یک بخش کوتاهی همه رو با هم سهمیه بندی میکنن، اما خودشون از عصر ماشینالات و ابزار عبور میکنن به تکنولوژی مدرن. وقتی شما یک مسیح الکترونیکی داری به اسم آقای جب، به نظر من جب بعد از ادیسون تمام دنیا رو تغییر داد. شما هر جا برید باید این اپل لعنتی رو بازی کنی باشی. این نیروی آمریکاست. همه اشتباه میکنن. شما هالیوود رو تحمل میکنید بدون اینکه بخواید، همه هالیوودی شدید، همه مکدونالد میخواید، همه فسفودی هستید. حتی فرانسوی ها که من فرانسه بودم یه بار به برگر کینگ و مکدونالد حمله میکردن، الان قبول میکنن. این آدم ها، ببینید من همیشه سوال کردم اگر برژنسکی، کیسینجر، دیوید راکفلر، شولتز اینا بمیرن دنیا چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته، نسل دیگری میاد که با همین ظرافت میتونه کار رو ادامه بده. به خاطر اینکه اینها چنان سیستمی میریزن که دنیا وقتی هم شوروی میخواد سقوط کنه یک گلوله شلیک نمیشه. دیگه همه میگفتن جنگ اتمی خواهد شد. ببینید این من بسیار خوشحال شدم اون روز در برنامه هم پخش کردم وقتی دیدم در بنیاد کارنگی آقای کریم سجادپور، مهدی خلجی، مرزاد بروجردی و آقای علی الفونه نشستن. ما داریم وارد یک فازی میشیم که اگر ایرانی باقی موند کراواتیا خواهند آمد و چه نسل خوبی خواهد آمد، نسلی که در خارج آموخت با دنیای مدرن. و توجه هم داشته باشیم فقط آمریکا وجود نداره، تمام اروپا هم هست. این نسل داره میاد. آمریکا یک کلاس خوبی بود یا تمام این تبعید که ما به یه جایی برسیم برای نسل فردا. من این گونه میبینم. سپاسگزارم جناب مانوکا دبخشیان. بینندگان عزیز، در طول
روز و در طول هفته به دفعات به من تلفن میزنند و میپرسند در مورد برنامه ها، ساعت پخش، ساعت بازپخش. اگر به سایت تلویزیون اندیشه مراجعه بفرمایید، مراجعه خواهید کرد که نمیدونم دوستان من میتونن الان سایت و قسمت ساعت پخش برنامه ها رو نشون بدن یا نه. اگر به سایت تلویزیون اندیشه، اندیشه تی وی یا اندیشه نیوز ملاحظه فرمایید، میبینید که قسمتی داره ساعت پخش برنامه ها و تمام برنامه های تلویزیون در طول هفته روی این سایت مشخص شده و شما میتونید مطلع بشید که مثلا برنامه های جناب مانوی خدابخشیان چه روزهایی پخشش هست و چه روزهایی و چه ساعتهایی باز پخشش هست. بسیار حرفه‌ای تهیه شده و شما رو کمک میکنه تا به خوبی با برنامه های تلویزیون اندیشه هم آشنا بشید، هم ساعتهای پخش اون رو بدونید. علاوه بر این تمام برنامه های تلویزیون اندیشه بعد از پخش روی یوتیوب گذاشته میشه، یعنی اگر شما روی یوتیوب تشریف ببرید و بنویسید اندیشه تیوی خواهید دید که الان نزدیک فکر کنم 180 ویدیوی جدید از تلویزیون اندیشه روی سایت یوتیوب میتونید پیدا بکنید و این هر روز و هر روز و هر روز تکرار میشه. علاوه بر این میتونید آخرین اخبار روز رو در تلویزیون اندیشه و سایت تلویزیون اندیشه ملاحظه فرمایید. اخبار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دانستنی ها و حوادث حتی، اونها رو میتونید ملاحظه فرمایید. و سایت حرفه‌ای فوق العاده درخشانی رو داریم که تعداد مراجعه کنندگانش به نحو تصاعد عددی نه، به صورت تصاعد هندسی در حال بالا رفتن هست و بهش مراجعه میکنه، مراجعه میشه. خواهش میکنم به سایت تلویزیون اندیشه ملاحظه رجوع بفرمایید و میتونید برنامه، همین برنامه‌ای که الان پخش شد، این فردا حدود ظهر این برنامه در سایت تلویزیون اندیشه روی یوتیوب خواهد بود و اونهایی که موفق نشدن ببینن پخش رو یا بازپخش رو میتونن با مراجعه یا با یوتیوب برنامه رو ملاحظه بفرمایید. خوشحالم میشیم نظرات خودتون رو در رابطه با این سایت با تلویزیون اندیشه در میان بگذارید. یک بار دیگه از حضور شما تشکر میکنم. سپاسگزارم که آمدید و شما با این حرفایی که زدید، خود من بیننده ها رو نمیدونم ولی خود بنده رو به فکر انداختید. منم به فکر افتادم. نه، من با این حرف شما در واقع جامعه آمریکا داره میره که بهشت کسانی باشد که در سیستم انفورماتیک و اطلاعات دست دارن و زندگی میتونن بکنن و طبقه کارگر اجرت بگیر، مزد بگیر با مبنای مسائل مربوط به دوران سوسیالیسم و مارکسیسم خیلی جایگاه والایی در آمریکای آینده به استناد صحبتایی که شما نکردید نداره. ببینید، من یک نکته رو همین هفته متوجه شدم، ارزش آمریکایی چگونه برای آمریکا فکر میکنن. اگه یادتون باشه جاج رابرتس و آقای بوش آورد به عنوان رئیس سپریم کورت و ایشون هم از کنسرواتیو ها بود، اون موقع هم همه در واقع کف زدن که کنسرواتیو ها در دیوان عالی کشور آمریکا 5-4 شدن، پس بنابراین همه چیز بسود. ولی شما توجه داشته باشید، من اینجا میگم نخبگان این مملکت همیشه مراقبن که خواست مردم رو زودتر از اونا درک کنن. ببینید، با سیاست های اوباما اصلا من کاری ندارم. پرزیدنت اوباما اومد هلکر آورد، درسته؟ شاید خیلی هم معتقدن، شاید بگن آقا آمریکا میشه سوئد ورشکست میشه، همه اینا رو گفتن. ببینید، وقتی رأی دادن آقای رابرتس برای اینکه جامعه متوسط و ندار آمریکا در اینجا ازش حق اشتفا بشه، رفت به سود آقای پرزیدنت اوباما رأی داد، آدمی که کنسرواتیو بود، آدمی که دست راستی بود و با این ترتیب به تاریخ آمریکا پیوست. دقیقاً. سپاسگزارم. هر جایی که هستید لبهاتون با لبخند، دلهاتون شاد.
و بالاخره دنیا به کام مردم ما خواهد چرخید. I love you. سر اومد زمستون شکفت بهارون گل سرخ خود